و دومین تأثیر گناه حرمان رزق است. حضرت امام ابو داود رحمه الله حدیثی را از آن حضرت صلی الله علیه وسلم نقل می نماید که رسول علیه السلام فرمودن ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، انسان به خاطر گناهی که انجام میداد از رزق و روزی محروم می شود. بسیاری از مردم میگویند که به ما تعویذ بدهید، پیش علما میآیند که ما مشکل در دکان ما سودا نیست، معامله نیست، معامله که قبلا بوده است حالا نیست یا کم شده است، یا در خانه خیر و برکت نیست، ما تعویذ میگیریم. عجب حالتی به مردم ما رخ داده است، بس فوری فکر میکنن به وسیله تعویذ دیگه همه مشکلات حل است. ولی اولین دوای حل مشکل کم رزقی ترک گناه است. ببین کجای کار مشکل دارد. چرا روزی که الله به تو حواله کرده بود چرا خداوند از تو گرفته است؟ ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. قرآن میگه الله به شما چی کار دارد که شما را گرفتار بکند اگر شما بندگان شکرگزار خوب الله باشید. الله قول میداد من به شما کاری ندارم به زندگی شما، به رزق و روزی شما، که رزق و روزی شما را کم بکنم اگر شما بندگان خوب من باشید. لذا دومین تأثیر گناه این هست که انسان از روزی محروم می شود، و سومین تأثیر گناه این هست که از طاعت محروم می شود. توفیق داشتی قبلا نماز شب می خواندی، به ذکر الله مشغول می شدی، حالا می بینی نمی توانی. متوجه باشی یک جایی حتما گوشه ای از کار می لنگد. حضرت فضیل ابن عیاض رحمه الله، کسی از ایشان فرسید که من به نماز شب بلند نمی شوم چیکار بکنم؟ فرمود لا تعس الله فی النهار یوقظک فی اللیل، در روز نافرمانی نکن تا الله تو را شب به بارگاه خود بطلبد. نماز شب مهمانی الله است، دعوتی الله است که دیدار الله نصیب می شود. فرمود که الله را در روز نافرمانی نکن تا شب تو را الله بیدار بفرماید به بارگاه خود. و سفیان ثوری رحم الله می فرماد به خاطر یک گناهی که من انجام دادم تا 6 ماه از نماز شب محروم شدن. و تأثیر چهارمین تأثیر گناه این هست که انسان مشکلات و مصیبت ها در زندگی می آید. ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه در زیل این آیه قسم یاد می کند که هر مصیبت و مشکلی که در زندگی پیش می آید تأثیر گناهان بندگان هست. برای عامه مردم مصیبت می آید، الله بنده خود را دوست دارد که بنده متوجه ذات او بشود، گناه را ترک بکند، اصلاح بشود، بیدار بشود که صحت و سلامتی از من گرفته شد، رزق و روزی از من گرفته شد، نیکبختی از من گرفته شد. و تأثیر پنجم گناه خاتمه بد هست که در هفته های گذشته عرض کردم که گناه انسان را خراب می کند. و اگر انسان به گناه مداومت بکند بر گناه، در آخر عمر خود در وقت مرگ به رسوایی از دنیا می رود. خدا انسان را نجات بدهد که وقت مرگ انسان و آخر انسان و روزهای آخر زندگی به بدنامی و رسوایی از دنیا نرود، به بی‌آبرویی از دنیا می رود. حافظ ابن قیم رحمه الله می فرماید من بسیاری را می شناسم که مشغول به گناه بودم، دم مرگ هرچی برایشان می گفتم کلمه بگوید، کلمه به زبان نمی آمد و همون گناهشان به زبانشان می آمد و خداوند کلمه را از اونشان گرفته بود در زمان مرگشان.